متحدین اسرائیل و شمول آمریکا و اتحادیه اروپا از این کشور خواستند تا از حمله انتقام جویانه بر ایران خودداری کند. این در حالی است که گزارش‌هایی از اختلاف در میان کابینه اسرائیل روی زمان و چگونگی پاسخ اسرائیل به این حمله نشر شده. دلیل موضوع را از آقای ادریس رحمانی، تحلیلگر امور سیاسی می‌شنویم که از واشنگتن با ما هستند. آقای رحمانی سلام و سپاس از وقتتان. با توجه به وضعیت کنونی در شرق میانه و خصوص درگیری مستقیم اسرائیل با گروه حماس در غزه، درگیری اسرائیل با حزب الله، یا اسرائیل دست به حمله انتقام جویانه علیه ایران خواهد زد یا خیر؟ سلام، درود به شما بیننده عزیزان. بله، من فکر میکنم چانس از اینکه اونا دوباره به حمله جواب ندن بسیار کم است. دلیلی که من فکر میکنم بسیار کم است ایست که اول خود گذشته اسرائیل که شما بینین معمولا یک کشور بوده که در از تهدیدی که از بیرون برش ما اصلاً همیشه روبرو بوده بسیار زیاد با حساسیت برخورد میکنن، و از نظر سیاسی دلیلی که کار میکنن این است که شما اگر حمله برایتون صورت بگیره و به او جواب ندین، معنایش این است که منتظر حملات بزرگتر باید بمانید. و این یک تئوری استاندارد در دنیای سیاست و قدرت است و همه ایره میدارن. یک دلیلی است. دلیل دومی است که من فکر میکنم اسرائیلی ها ام و روند برخورده که ببینین آغاز تنش به شکل صورت گرفت که اول اسرائیل ها رفتن دنبال ایرانی ها و کنسولگریشان حمله کردن. اگر قرار می بود اسرائیلی ها علاقمند به یک تنش بزرگتر نمی بودن، احتمالاً که اساساً برای کنسولگری حمله نمی کردن. و دلیل سوم و مهمتر ای است که اسرائیلی ها می دانن که جدال غزه به هیچ وجه و همچنان حزب الله به هیچ وجه ختم نمیشه مگر اینکه ایرانی ها هم کمی احساس بکنند که این جدال برای خودشان هم یک هزینه میور داره. در این زمان متاسفانه شرایط سیاسی در سطح دنیا هم به شکل است که ایرانی ها منعیس یکی از حامیان سلاح‌های به اصطلاح خرد و ریزه برای روسیه در جنگ بزرگتری که در اوکراین جریان داره هم سهیم هستند، و در این مقطع زمان ایرانی ها را کم به اصطلاح به جای خودشان نشاندن به نفع قدرت های بزرگ هم می باشه. بنام از هر طرف که محاسبه بکنین می بینین که احتمالا یک حمله متقابل اسرائیل اجتناب ناپذیر است. این که حمله چی وقت صورت بگیره و به چی حد بزرگ باشه تنها مو چیزی است که همگی در حسش به اصطلاح رایزنی دارن. بله، خب جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در صحبتش با صدر اعظم اسرائیل واضح ساخته که در حمله تلافی جویان اسرائیل بر ایران سهم نمیگیره. با توجه به نزدیکی روابط آمریکا و اسرائیل، به نظرتان آیا این مشی ایالات متحده و یا اتحادیه اروپا که گفته از این حمله حمایت نخواهد کرد باعث میشه که اسرائیل از انجام حمله خودداری کنه؟ نه، من فکر میکنم از بعد دیپلماتیک بهترین چیزی که اونا گفتن میتونستن همی است. اگر امریکایی ها و اروپایی ها بگن ما از این حمله حمایت میکنیم، در اون صورت روس ها و چینی ها ناچار میشن اونا هم بگن ما از به اصطلاح دفاع ایران حمایت میکنیم. ناچار هستن اینا به این شکل موقف بگیرن. ولی در این زمان ما شما در قسمت غزه دیدیم که امریکایی ها بسیار جدیتر از این، یعنی رئیس جمهور بایدن اساسا رفت در اونجا و گفتن که این حمله را به شکل توسعش انجام ندهند. ولی هنوز هم اسرائیلی ها چیزی را که فکر میکنن به نفعشان است انجام دادن، و تا حدودی برای واشنگتن و برای خود رئیس جمهور بایدن یک کم مایه به اصطلاح سرفگندگی سیاسی هم شد. چانس از اینکه امی لحن صحبتی که فعلا مطرح است از اتحادیه اروپا و از واشنگتن بسیار زیاد معنایش این است که خب شما اگر حمله بکنین ما دو برتان حمایت نمیکنیم، ولی اگر سر شما حمله شما کمک میکنیم. من بقدر میهد. بله، خب به نظر شما طوری که شما گفتین اگر اسرائیل حمله را انجام بده، بعضی از کشورهای دیگه مانند روسیه از همکنون اعلام حمایت از ایران کردن، آیا ما انتظار گسترش یک تنش بسیار پیچیده را در شرق میانه باید داشته باشیم یا خیر؟ ما فکر میکنم دلیلی که اسرائیلی ها عاجل حمله نکردن و امریکایی ها احتمالاً باشون گفته باید کم محاسبه بکنیم این نکته است که به احتمال اغلب نظر به این که این حمله چقدر گسترده و چقدر وسیع یا به اصطلاح پرقوت میباشد، چانس از این است که قدرت های دیگر هم دخیل بسازه و امریکایی ها در این مقطع زمان به نفعشان نیست که
در بر سر ایران با دیگر کشورها در یک تنش بزرگتر داخل شوند، چون در اون صورت فضا بسیار زیاد مساعد میشه به طور مثال برای چینی ها که با اصلاح فرزد تایوان تصرف بکنن، یا بسیار مسائل دیگه اتفاق بفته، کوریایی ها برن به طرف کوریای شمالی و طرف کوریای جنوبی. من فکر میکنم یک دلیلی که این حمله کمی به تعویق افتاد امیست که محاسبه میکنن که به چی شکل این حمله به شکل صورت بگیرد که ایران داخل یک جنگ فرسایشی دراز مدت و زمینگیر شد، ولی در این زمان بره کافی به دست قدرت‌های دیگه نتن که داخل یک تنش بزرگتر در جنوب. بله، ممنون و سپاس از شما آقای رحمانی که برداشت خود را و تحلیل خود را از تحولات در جریان در شرق میانه با بینندگان در میان گذاشتین. سپاس، تشکر.